چگونه میتوان در صلح زندگی کرد؟ جنگ با نگاهی عجولانه ایجاد میشود که قضاوت نادرست تدبیر آن میگردد و برای برقراری صلح تأمل در کلام خداست که دلهای ما را به عدالت تشویق میکند. نکته دوم، جنگ با شنیدن پیامهای ناخوشایند ایجاد میشود که خشم و عصبانیت واکنش آن میگردد و برای برقراری صلح تمرکز به اراده خداست که سخنان ما را به نیکویی تشویق میکند. بله؟ جنگ با اندیشه های بدبینانه ایجاد میشود که شک و ترس قلمروی آن میگردد و برای برقراری صلح توکل به خداست که ذهن ما را به امید تشویق میکند. همه این آنچه را که امروز از کلام خدا یافتیم در مسیر شناخت، یعنی وقتی که من شناخت درست به خدا دارم به او خوب توکل میکنم. همونطور که اگر من دوستامو بشناسم بهتر میتونم اونها رو یاری کنم و اون اجازه بدم اونها کمک کنن.